آقا جلال اصلا ماما منظوری نداشت. مال بعد بیخری چه صاحبش. بابا جون مال بعد دیگه چیه؟ دکتر از شما که مال خوبی هستی، طرف مال شناس. ممنون پدر جون، کافیه، نمیخواد درستش کنیم. نگاه کن نگاه کن آخه ببین با دخترش چجوری حرف میزنه. کافیه. معذرت میخوام. عرض بنده اینه که وقت برای این حرفها بسیاره، اما شما بزرگواران برای مسئله خیلی مهمتری امروز اینجا تشریف آوردید. فقط نمیدونم چطوری به عرضتون برسونم. بذارین باهاتون راحت باشم. من یک فیلم از عمتون دارم. چی داری؟ فیلم عمه رو. جناب تجریشی جان، میشه بفرمایید دقیقا منظور شما عمه آذره؟ بله متاسفانه بانو آذر. بعد بفرمایید که این فیلم چه زمانیه؟ والا همین چند روزه پیش. اما آذر خدا بیامرز شما مرد؟ بله همین چند روز پیش. شما خبر نداشتین؟ نه. یعنی من اگه الان به شما نمیگفتم متوجه نمیشدین؟ نه. در الان کسی چیزی به ما نگفت. اصلا ما کسی رو نداریم که بخواد چیزی به ما بگه. آخ من تسلیت عرض میکنم، اصلا قصد نداشتم که من حامل و ناقل این خبر باشم. انشالله که روحشون شاد باشه. گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است. خیلی تسلیت عرض میکنم، انشالله که غم آخرتون باشه. بانو آذر شبلو در آخرین روزهایی که در بیمارستان بودن خیلی دوست داشتن با شما صحبت کنن ولی امکانش وجود نداشت. از من خواهش کردن فیلمی بگیرم از ایشون که این فیلم یک دقیقه‌ای در حقیقت وصیت‌نامه ایشون هم هست. اشکال نداره. میخواین با هم فیلمو ببینیم؟ بله ببینیم.